مخطط هست. خب بچه ها، لایه ماهیچه‌ای در لایه ماهیچه‌ای و لایه زیر مخاط شبکه‌ای از یاخته‌های عصبی و رگ‌های خونی قرار دارد. گوش کن به من بچه ها، گفته که در لایه ماهیچه‌ای که در کتاب درسی شما مفصلا بهش اشاره شده بود و زیر مخاطی که وجود داشت، خب هم اعصاب وجود داره هم رگهای خونی وجود داره. پس اعصاب و رگهای خونی در کجاها وجود دارن؟ بگید، در زیر مخاط و لایه های ماهیچه‌ای. خب بچه ها، لایه ماهیچه‌ای دارای بافت پیوندیه. خب پس این ماهیچه‌ای، لایه ماهیچه‌ای بافت پیوندی رو هم بگید داره. خب بعد بچه ها، بافت پوششی رو هم داره. خب بافت پوششی در واقع کجا هست؟ بافت پوششی مثلا در واقع دیواره درونی رگ‌ها. خب و این که عرض کنم بافت پوششی رو هم داره، اعصاب هم داره، رگ خونی هم داره، رگ لنفی هم داره. پس لایه ماهیچه‌ای در طول لوله گوارش هم بافت پیوندی داره، هم بافت پوششی داره، هم اعصاب داره، رگ خونی داره، رگ لنفی داره. 5 تا مورد داره. خب بچه ها، در عرض کنم که طول در ساختار لوله گوارش غده های درون ریز وجود بگید نداره. غده های درون ریز، یاخته های درون ریز دیده میشن. خب اکثر بچه ها این اشتباه رو میکنند که میگن آقا در ساختار لوله گوارش غده های درون ریز وجود داره. نه عزیز من، در ساختار لوله گوارش یاخته درون ریز وجود داره، نه غده درون ریز. خب عرض کنم که در لایه ماهیچه‌ای گفتیم که هم بخش مخطط دیده میشه هم صاف دیده میشه. مکان های مخطط رو بهتون گفتم، اما مکان های صاف شامل بخش های دیگر لوله گوارش، اون بخش هایی که اینها رو ما کسر خواهیم کرد. بچه ها، شکل عضلات صاف یا به شکل حلقوی هستند یا به شکل طولی هستند. خب بچه ها، دیواره معده، خب عضلات مورب رو هم داره، علاوه بر عضلات طولی و حلقوی مورب رو هم داره. ماهیچه طولی، بچه ها گفتیم که عضلات صاف به دو شکل دیده میشن، یا طولی هن یا حلقوی هن. طولی ها در خارج، حلقوی در داخل. پس عضلات ما، یه بار جمع‌بندی کنم براتون، عضلات ما گفتیم بر دو نوع هستن، یا مخطط هن، مکان های مخطط رو بهتون گفتم. خب گفتم که در لایه ماهیچه‌ای بافت پیوندی، پوششی، شبکه عصبی، رگ‌های خونی، رگ‌های لنفی وجود داره. گفتم که یاخته درون ریز نمیشه، نه غده درون ریز. و به شما گفتم که لایه ماهیچه ای از نوع صاف به دو شکل دیده میشه، یا حلقوی اند یا طولی اند، اما مورب هم دیده میشه. و در کجا؟ در معده. خب گفتیم طولی ها در خارج، حلقوی در داخل. آقای گلباز، عضلات صاف با چی منقبض میشه؟ با اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک. آقای گلباز، عضلات مخطط با چی منقبض میشه؟ آفرین، میگید که اعصاب پیکری. خب بعد از لایه عضلانی میرسیدیم به لایه زیر مخاط. خب بچه ها، لایه زیر مخاطی، خب لایه ای از بافت پیوندیه. این لایه زیر مخاط که از نوع بافت پیوندی بود، دارای رگهای خونی و شبکه‌ای از نورون‌ها بود. خب یعنی هم اعصاب هم رگهای خونی در لایه زیر مخاط دیده می شوند. خب بچه ها، لایه زیر مخاط چی کار می کرد؟ باعث چسبندگی مخاط روی ماهیچه زیر اون می شد. خب ماهیچه زیرش می شد که چی بشه؟ که این در واقع زیر مخاط باعث می شد که مخاط متصل بشه به ماهیچه زیرین، که چی بشه؟ که بتونه براحتی روی آن بلغزد یا چین بخورد. خب پس ما عرض کنم که خوندیم لایه بیرونی که بافتش پیوندی بود، بعد خوندیم که عضلانی، بعد زیر مخاط، بعد خوندیم مخاط.
اوکی الان بهتون میگم مخاط رو. خب زیر مخاط باعث میشه که عضلات به مخاط متصل بشه یا بتواند به روی